برگشتیم در بخش پرده نقره‌ای و امروز مهمان ما در این بخش یکی از هنرپیشه ها و سینماگران جوان ما هستند که شما با چهرهشان آشنا هستین. صدام واحدی که در سریال شیرین شاید شما دیده باشین و آشنا هستین، شخصیت بهروز امروز مهمان ما هستن. بچگک بسیار خوب، بچگک درس خوان، به مادر خود احترام داشت و سر وقت می آمد. شخصیت مثبت دیگه. شخصیت مثبت امروز اینجا مهمان ما. سلام صدام، صبحت بخیر. سلام خدمت شما، خدمت تمام همکارایتان، خدمت بینندگان تلویزیون. سلامت باشین صدام جان. بالا از کارایتان خبر شدیم، واقعا کارهای بسیار بزرگ دارین و یک گپ بسیار مهمی که امیسر فیلمایی که شما کار کردین و رفتین به فرش سرخ، چطور که در افغانستان تا حالا نرسیده و نشر نشده؟ خواهش میکنم، اول کارم زیاد کلان نیست، من در شروع کار هستم. در افغانستان به خاطر مسائل کاپی رایت بسیار مهم است و جشنوارا زیاد اهمیت میتن به این، مثلا اگر فیلم شما غیر قانونی از یوتیوب اپلود شوه یا از پیش دست هر کس باشه یا غیر قانونی دیویدی شوه، این بر ما مشکل ایجاد میکنه در سبمیشن ها در جشنوارا. و بگوین بر ما از کارهای هنری تان، فیلم هایی که به جشنواره های مختلف روان کردین، نخستین کارتان کدام بوده؟ همین دو سه کاری که دستاورد زیاد داشته. اگر شروع کنیم از کارگردانی، هنرپیشگی از وقت شروع کردیم، یعنی 8 ساله بودم، از رادیو شروع کردیم، رادیو بی بی سی. اولین فیلم که خود ساختم سال 2015 بود به نام تو امریکایی نیستی؟ بعد از اون فیلم ماری مادر و تازه فیلمی را که تازه ساختیم به نام پرنده خوشبختی است. صدام، مریم از بچه بزرگ اندیش صحبت کرد که خیلی بزرگ فکر میکنی. صدام بزرگ اندیش ما به چی چیزی در سینما بیشتر میاندیشه فکر میکنه؟ ما اکثرا وقت کار میکنیم در سینما و دو چیز زیاد فکر میکنیم. مثلا احترام به بیننده، دوم احترام به خود. این دو اصل بسیار مهم است. وقتی که شما یک اثر تولید میکنین باید متوجه میدوگه باشین، البته از نظر من که احترام دو جانب باشه. بعد از اون خلاقیت شما و امکانات شما کار خوب را میکشن. صدام، ما میخواییم که از فیلم هایی که ساختی بر ما زیادتر بگوییم، محتویات و تصویر برداری های ای کجا بوده و بازیگرای فیلم های شما افغان ها بوده یا کسای دیگه شامل مجموعه شما بوده؟ فیلم اولی را که کارگردانی کردم به نام تو امریکایی نیستی، نقش سرباز خارجی را دوست افغان ما منیر جان داشت، ولی زیاد شبیه خارجی ها بود، اکسنتش هم خوب بود در انگلیسی. فیلم 2015 ساخته شد، در 26 جشنواره راه پیدا کرد در کشورهای مختلف، 3 اوارد گرفت از اسپانیا، ایران و روسیه. و تصویر برداری های فیلم هایتان کجا بوده؟ افغانستان؟ بله، تمامش افغانستان بوده، ولایت های مختلف، ولایت ننگرهار، پنجشیر، کابل، پروان. صدام، هر کس ما در افغانستان که زندگی میکنیم مسئولیت داریم. نویسنده ما به نوع خود مسئولیت داره، خبرنگار ما به نوع خود، یک سینماگر ما به نوع خود. چی چیز مسئولیت پذیری شما را وادار ساخته و در سر شانه هایتان است و میخواین که به جهانیان از طریق تصویر، از طریق سینما به تصویر شما بکشیم؟ هنرمندا به نظر من ظاهرا دلشان زیاد پر می باشه همیشه، هر چیزی که میبینن زود جذب میکنن، از او خاطر چیزایی را که جذبیت خود شما در جامعه امروزی ما چی هست؟ بیشتر چشم دیدتان و او را میخواین که در قالب یک فیلم بیارین و به تصویر بکشیم؟ فکر کنم در صحبت عموم کردن بسیار، در عموم صحبت کردن زیاد خاطر مشکل باشه، به خاطر ما هزار یک جنجال داریم نسبت به دیگه مردم، رفاه وجود نداره، مثلا لگژری زندگی مردم، حتی اصلا چیزی به نام لگژری وجود نداره در افغانستان. صبح کی وقت شما از خواب میخیزید مثلا یا برق نیست، بیرون سر و صدا زیاد است، مانع خواب شما میشه، حتی اگر روز صبحانه در جای خواب خواب میباشم صدای نان و قاق میه، شما از خواب بیدار میکنه، بیرون میرین مثلا وضعیت سرکا خوب نیست، وضعیت امنیتی خوب نیست، کل زیاد تاثیر داره. یعنی هر گوشه زیر اگر شما به تصویر بکشین میتونین بکشین. صدام جان، قرار است فیلم هایی که ساختی چه وقت در افغانستان نشرش شروع شد و در دسترس مردم قرار بگیره؟ فیلم هنوز دقیقا نمیفهم، باید سایکل جشنوارا را تکمیل کنه، بعد از او باز خیر اگر در دست عموم هم افتید
حداقل اگر کسی یک بار ببینیش تفاوت نمیکنه. بله. ماری مادر، ماری مادر بیشتر کدام چیز به تصویر کشیده؟ فیلم ماری مادر از سقوط جنگ از سقوط ولایت قندوز است. بله. مادر است که بچه خود میپاله، بچهش سرباز است در ولایت قندوز و هیچ خبر از اون نداره. وقتی که میره به دولت مراجعه میکنه، دولت هم چیز معلوماتی داده نمیتونه، خود از این تصمیم میگیره تا بره قندوز و بچه خود پیدا کنه. پس پیدا میکنه بچه خود؟ بله، در آخر فیلم بچه خود پیدا میکنه در حالت که او زخمی است. و هنرنمایی بازیگران دیگه که انتخاب کردین در این فیلم ها چطور بوده؟ آیا خوب درخشیدن یا خیر؟ من از کارشان راضی هستم، خوب کار کردن، زحمت کشیدن و با استعداد. و کسای دیگه هم همکار بودن در قسمت انتخاب شخصیت ها با شما یا خیر؟ در قسمت انتخاب شخصیت والا زیادتر نه، کاراکترهای ما کم بوده، زیاد فیلم های کلان نبود از ما. زمانی که از خوشبختی صحبت میکنیم و فیلم هم روی دست داریم به نام پرنده خوشبختی، در پرنده خوشبختی کدام خوشبختی ها را خواستین که برای جهان، برای مردم افغانستان شما به تصویر بکشید؟ فیلم پرنده خوشبختی فیلم خیلی ساده و فلسفیک است، یعنی دو جنبه داره. یک جوان است که ای پشت خوشبختی خود میگرده، هر کار درست ازی خراب میشه، در جای کار، در خانه، همه جای مشکل داره. بالاخره به این فکر میشه که چی رقم خوشبختی خود به دست داره. بالاخره میره پیش یک حکیم و حکیم برازی رای را نشان میده تا این خوشبخت شد. بله. صدام، اگر خود دنبال خوشبختی باشی، در جستجوی خوشبختی باشی، در چی چیز میتونی پیدا بکنی خوشبختی را؟ خوشبختی انسان در تفکرش است و بس فیلم پرنده خوشبختی هم راجع به میست که مرد حکیم جوان روان میکنه به یک کوه، میگه بروج یک پرنده شکار کنه مدت 40 روز. بله. این 40 روز او جوادار به این میشه که تفکر کنه و در آخر میفهمه که خوشبختی ازی در فکرش بوده، نه یک پرنده که او را شکار کنه. صدام، چقدر احساس کردی که کارهایی که داشتی، فیلمایی را که ارائه کردی با معیارهای جهانی برابری کرده و بازتابش در بین دیگر کشورها؟ این را من نمیگم فعلا، چرا باید کسایی که میبینه اونا قضاوت کنن. اما شاید کمبودیا و خوبیا و نقاط ضعف و قوت خود پیدا کرده باشی. طبعا وقتی هر کار را میکنیم ما از او یاد میگیریم، مثل از هر ساعت زندگی ما که تیر میشه یک چیز ما یاد میگیریم. ما از هر دو فیلم خود چیز یاد گرفتم که در فیلم سیومی متوجه شدم و در فیلم سیومی گپای را یاد گرفتم که در فیلم های بعدی به او توجه خواهد کردم. فیلم بفرمایید. شروع بفرمایید شما. صحبتاتون هنوز تکمیل نشد، تکمیل کنیم گپایتون. فیلم در جهان استقبال بسیار خوب شد. هر دو فیلم تقریبا 66 یا 67 جشنواره هفته گذشته جشنواره جدید رفت. بله. راه پیدا کرد، نمایش یافت، 15 اوارد گرفت. ماری مادر 13 اوارد گرفت از تقریبا کشورهای زیاد، استرالیا، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، روسیه، ایران، مینی باکس آفیس دهلی و جشنوارهای دیگه. زنده و سلامت باشی صدام، همیشه خوب بدرخشی و این پرنده خوشبختی را ما هم منتظرش هستیم تا ببینیم و تماشا بکنیم که چی چیزاست و چطور میتونیم که ما هم خوشبختی خود پیدا کنیم. حتما بخیر. خیلی هم سپاسگزار هستم. تشکر. سلامت باشید. لطف کردین، تشریف آوردین و میریم به طرف وقفه. پس از وقفه در بخش بعدی برنامه، بخش سرخط برخط گشتیم و شما هم میتونین که شامل بحث ما باشین، تماس بگیرین به 86-56 و در بحثی که امروز در نظر گرفتیم میتونین که نظریات و مشکلاتتون رو با ما شریک بسازین. وقفه داریم.